بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آستان مقدس علوی در آستانه اربعین حسینی اقدام به نصب سایبان جدیدی در صحن مطهر ورزید. در این اقدام بخشهایی از فضای باز در صحن مطهر علوی سایبانهایی نصب شده تا جلوی تابیدن مستقیم نور خورشید بر سر زائران در این ایام گرفته شود. به ویژه اینکه در چنین روزهایی میلیون‌ها زائر و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با هدف زیارت حرم مطهر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و شرکت در مراسم اربعین حسینی راهی شهر مقدس کربلا و نجف اشرف می شود. حوزه هنری و صنایع دستی آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام با هدف ارائه بهترین خدمات به زائرین در ایام زیارت پرفیض اربعین به تلاش خود برای آماده سازی صحن ام البنین سلام الله علیها با تمام تلاش و سرعت ادامه می دهد. مهندس عمار صلاح مهدی، معاون رئیس حوزه هنری و صنایع دستی حرم مطهر عباسی، طی بیانیه اظهار داشت در راستای آماده سازی حرم حضرت عباس علیه السلام برای طرح زیارت میلیونی اربعین، کارکنان اداره هنر و صنایع دستی این آستان شروع به آماده سازی صحن حضرت ام البنین سلام الله علیها در نزدیکی حرم ابوالفضل العباس علیه السلام نمودند تا فضای زیادی برای زائرانی که به شهر مقدس کربلا میرسند فراهم شود. معاونت بهداشتی و درمانی استانداری نجف از افتتاح اولین مرکز اورژانس در جاده ارتباطی استانهای نجف و کربلا خبر داد. شایان ذکر است این طرح به عنوان بخشی از آمادگی‌های استانداری نجف اشرف به منظور پذیرایی از زائرین در زیارت میلیونی اربعین امام حسین علیه السلام میباشد. در همین راستا عبدالله غزالی، مدیر بهداشت نجف، طی اظهاراتی گفت این مرکز اولین در نوع خود در جاده نجف کربلا است و مجهز به جدیدترین تجهیزات پزشکی و شامل کادر پزشکی متخصص برای ارائه کلیه خدمات پزشکی و اورژانسی است. دولت نارندرا مودی در آخرین اقدام خود برای ایجاد اصلاحات در قانون وقف مطابق با قانون اصلاح شهروندی و ثبت ملی شهروندی تأثیر زیادی بر املاک مسلمانان هند می‌گذارد. اصلاحات پیشنهادی حزب بهاراتیا جاناتا انتقاد شدید جامعه مسلمانان را برانگیخته است. تصور عمومی جامعه مسلمانان در مورد لایحه پیشنهادی این است که دولت بهاراتیا خواهان کنترل اموال واقف است تا آنها را ملی کند و دارایی‌های متعلق به مسلمانان را غارت کند. تعداد زیادی از مسلمانان روهینگیایی در حالی که سعی داشتند از میانمار به سمت بنگلادش بگریزند با یک موشک کشته شدند. درگیری بین حکومت نظامی و چندین جناح در ماه‌های اخیر در سراسر ایالت راخین بدتر شده است. گفتنی است در میان افزایش تعداد کشته‌ها هیچ گروهی به اندازه مسلمانان روهینگیا آسیب نمی‌بینند. این قشر آسیب پذیر بارها توسط حکومت نظامی میانمار و همچنین ارتش آراکان مورد خشونت، تجاوز، قتل، حمله به روستاهایشان و ویرانی خانه هایشان روبرو بودند. به گفته مقامات دولت فیلیپین، دولت خودمختاری که قرار است در سال آینده در جزیره میندانائو فیلیپین ایجاد شود، تصمیم دارد این منطقه را به قطب صنعت حلال در جنوب شرقی آسیا تبدیل کند. در همین راستا مراد ابراهیم، رئیس منطقه خودمختار بانک سامور در استان مسلمانشین میندانائو، در این مصاحبه که روز گذشته منتشر شد گفت ما در حال ارتباط با برخی شرکت‌ها در صنعت حلال به ویژه از مالزی و کشورهای خاورمیانه هستیم. ابراهیم در ادامه افزود
جدا از تلاش برای توسعه کشاورزی، شیلات و استخراج گاز طبیعی و مس، ما به دنبال واردات صنعت فراوری طیور حلال هستیم و آن را ارتقا دادیم. محققان میگویند جهان در حال از دست دادن یکی از نمادهای خود، یعنی از بین رفتن دیواره مرجانی در استرالیا است. گفتنی است فعالیت‌های انسانی که به افزایش دما و گرم شدن آب اقیانوس‌ها منجر می‌شود، دیواره بزرگ مرجانی را در معرض خطر قرار داده است. بر اساس مطالعه‌ای که توسط گروهی از دانشمندان از سراسر استرالیا منتشر شد، دماهای اطراف سیستم مرجانی 2400 کیلومتری برای صدها سال پایدار بودند، اما در دهه‌های اخیر در نتیجه تأثیر انسان به طور قابل توجهی گرم شدند و در معرض نابودی قرار گرفتند.